ببینیم که اختلالات جنسی مردان شامل چه مسائلی هستش. کاهش میل جنسی، ناکنشوری نعوذ که همون ایدی هست، زودنزالی که پریمچور اجاکولیشن هست که به زودنزالی میگن و دیرنزالی که ما میخوایم در این جلسه به زودنزالی در حقیقت بپردازیم، ببینیم که زودنزالی شامل چه مسائلی هستش. ابتدا وقتی یه فردی که دچار زودنزالی هست و میاد برای درمان، اولین کاری که ما باید بکنیم بهش میگیم که شما چه تعریفی از زودنزالی داری؟ حالا مشاوره دو، چی شد که احساس کردی که شما دچار زودنزالی هستی؟ برای ما یه توضیح بده. من در کل میخواستم که از رابطم لذت بیشتری ببرم و این موضوع نمیذاشت این قضیه اتفاق بیفته و به محض اینکه من میخواستم لذتی ببرم از ادامه رابطم، از وجود رابطم، از انو پوزیشن هایی که میخواستم استفاده کنم یا فانتزیم بود یا هر چیز دیگه، ولی این قضیه نمیذاشت من به مرحله دیگه برسم، یعنی خیلی سریع به اون اوج میرسیدم و تموم میشد و این اول زیاد برای همسرم چیز نبود. انتظار چیه از رابطه جنسی؟ انتظار داری که چقدر بتونی دخول انجام بدی؟ مدت زمان رو چقدر انتظار داری که داشته باشی؟ حداقل در حد 15 دقیقه نرمال، زیاد فکر آنچنانی ندارم که 2 ساعت 3 ساعت طول بکشه. نه حداقل 15 تا 20 دقیقه حداقل. خب انتظارتون اینه که 20 دقیقه بتونید رابطه داشته باشید و همسرتون چه انتظاری داره؟ ایشون هم اگه تو این حد باشه مشکلی ندارن. زیاد ایشون هم مثلا بحثشون این نیست که حالا خودشونو با کسای دیگه مقایسه کنن یا چیزی، هم حد نرمالش رو 20 دقیقه نیم ساعت میدونن نهایتا. خب تا حالا شده که مثلا از کسی در خصوص اینکه تعریف زودنزالی چی هست اطلاعات داشته باشی، یا اینکه اولین باره که میخوای در مورد این مسئله صحبت بکنی؟ من قبلا حالا مقالات مختلفی رو خوندم، خیلی پیگیری کردم و گفتن که زیر 2 دقیقه زودنزالی محسوب میشه، ولی من حقیقتش شاید توی خیلی از مواردی که داشتم، یعنی ارتباطاتی که داشتم با همسرم، بالای 2 دقیقه شاید بعضی موقع رسیده، ولی باز همینم مثلا چیز مطلوبی نیست و خیلی باعث اذیت و آزار شده توی زندگیم. اول یه چیزی ازتون بپرسم، چون من این برنامه رو دارم به صورت لایو پخش میکنم توی اینستا، آیا شما راضی هستید یا نه؟ اگه نیستید که من قطع بکنم، لایو رو قطع بکنم و فقط تو کار و حضور داشته باشید، هر طور که ما یه نه مشکلی ندارم. خب یه مقدار میخوام که در مورد کودکیتون برام صحبت بکنید که اطلاعات جنسی رو از کجا دریافت کردید؟ من خیلی دیر متوجه، یعنی تو اون قضایی وارد شدم. بله بفهمید. و نه اصلا نوجوانی هم نبوده، من حتی تا سن پیش دانشگاهی اطلاعاتی از این قضایی نداشتم. یه خانواده، حالا خانوادم که زیاد دنبال مذهب آنچان نبود، خودم خیلی دنبال پیگیر کارای مذهبی بودم و فعالیت های مذهبی داشتم و اینا، یه جوری دوست نداشتم وارد این قضایی بشم. ولی تا حتی مثلا توی دوره پیش دانشگاهی بچه‌ها کاندوم آورده بودن سر کلاس، من متوجه نمی‌شدم مثلا این چی هست اصلا، ولی همشون می‌دونستن و می‌خندیدن و مسخره هم دیگه دست می‌انداختن. وقتی که بده؟ شما گفتید من هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارم، مسخرت کردن؟ نه من مطرح نکردم اصلا. ولی در درون خودت چه حسی داشتی اون موقع ها؟ فکر میکردم اینجوری درسته. فکر میکردی باید اجتناب کنی از اینکه اطلاعات داشته باشی. مثلا در وقتی که بلوغ شدی برای اولین بار، در اون موقع هم هیچ اطلاعاتی نداشتی در این زمینه؟ نه من اطلاعاتی نداشتم. که مثلا باید بری قصد بکنی، طهارتت چجوری باشه، تون تون این رو آره این قضایشو کلن پیگیری کرده بودم. احکامشو میدونستی؟ در احکامشو میدونستم بله، انجام میدادم. ولی توی مثلا اطلاعاتی که بخوام برم، چون کسی هم نبود، اگه میخواستم هم که از
اطلاعی پیدا کنم از قضايا، چنین جوی تو خانواده نبود که من برم حالا با پدر مادر یا برادر بزرگتر بخوام صحبتی داشته باشم تو این قضايا. اون موقع دغدغه چنین... داشتی؟ نگران بودی در درون خودت نسبت به این مسائل؟ نه. بعد از اون موقع مثلا شروع نکردی که خودت تحلیل کنی یا وقتی احتلام شدی یه دفعه بترسی نگران باشی؟ این اتفاق نیفتاد در درون؟ در اولین بار آره یه استرس اینا داشتم، ولی بعدش دیگه برطرف شد. استرس چی؟ همون محتلم شدن. وقتی که محتلم شدن برای اولین بار مثلا چرا من باید اینطوری باشم؟ آره چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خب بعد که مطالعه کردی؟ رفتم مطالعه کردم، باز از لحاظ مذهبی مطالعه کردم، متوجه شدم که این قضیه وجود داره و باید قوس کرد و چه کارهایی رو باید انجام داده اینا. درست. بعد خب بعضی از جوانها هستن که میان خودارضایی انجام میدن. خب شما یا این رفتار رو داشتید؟ توی دیگه از دوره پیش دانشگاهی چند باری بعد. و وقتی که این کار رو انجام میدادی دچار احساس گناه میشدی؟ بله شدید. و دوست داشتی که این کاری که داری انجام میدی سولو سیکس رو خیلی سریع تمومش بکنی؟ بله. که مثلا اگر که 2 دقیقه هم نکشه تو دستشوی این کار رو انجام میدادی یا تو همون؟ جای مختلف. و نگران بودی که یه دفعه یکی بیاد داخل زود تمومش بکنم، یا این احساس گناهی که دارم یه عمل مثلا گناهی رو دارم انجام میدم چون آدم مذهبی هم بودی؟ بله. بخوای که زود تمومش بکنی؟ جان؟ بخوای زود تمومش بکنی مثلا؟ بله بله چنین چیزی وجود داشت. و این زود تموم کردنه سالها طول کشید تا اینکه ازدواج بکنی؟ بله. حالا شاید نتونید، نمیدونم همسرتون گوش میکنن یا نه، به غیر از همسرتون وارد ارتباطات دیگه ای شدید؟ اگر نمیتونید جواب بدید میریم سوال دیگه. نه مشکلی نداره. من وارد ارتباط دیگه ای نشدم. نه کلن با همسرتون بودید از اول؟ بله. میان اصلا چون به خاطر شهری که من توی زندگی میکردم، شهرستان کوچیکی بود، همه میشناختن خانواده ما رو. بله. و یه جوری خیلی محدود بود، اونجا نمیشد با کسی ارتباط داشت و اینجوری، بعد خودم سمت این چیزا نمیرفتم، ولی خب بعضی موقع توی خلوت این اتفاق میافتاد. و کلن آدمی هستی که استرابت زیاد باشه دمت همیشه؟ بله. نکنه بله. اینجوری بشه مثلا همسرت داره میره بیرون، نکنه که من مثلا همسرم داره میره یه اتفاقی براش بیفته، نکنه ماشین بهش بزنه، ای داد بیداد ماشین بهش زد، افتاد زمین، نبردنش بیمارستان، خود دور از جونا، نمیدونم تو بیمارستان توی آی سی یو رفتم. میدونی یه سناریوی اینطوری برای خودت بسازی برای تمام چیزهایی که برات اتفاق میفته. من تو دوره نوجوانی چون خانوادم اکثرا شغلشون آزاد بود و اصلا کم وارد بازار کار شده بودن و به امنیتی رسیده بودن از لحاظ شغلی و مالی، من تنها کسی بودم تو خانواده که درس میخوندم و هیچ کار آزادی رو، هیچ حرفه‌ای رو پیگیری نکرده بودم. تو همون سنا من خیلی یادمه که اون موقع خیلی استرس شدید داشتم که آینده من چی میشه، که من شغلم چی میشه، درآمدم چی میشه، چه اتفاقی واسه من میفته. الان مثلا برادرم توی این سن و سالا دیگه داشتن کار میکردن، دیگه حرفشون رو حرفه‌ای شده بودن، داشتن کارشون رو انجام میدادن. تو دبیرستان تو این دوره خیلی به این چیزا فکر میکردم، خیلی اذیت میشدم، استرس داشتم. تو بزرگسالی هم بیشتر همون بحث اشتغال بود. بله. پیگیری کار بودن و شاغل شدن و درآمد داشتن و اینجور چیزا. ولی این چیزی که شما فرمودید، نه که مثلا خیال بافی بکنم که چه اتفاقات بدی الان امکان داره بیفته و اینا، نه در این حد نه، ولی همش استرس شغل و استرس شما. خب جان فقط استرس شغلتون رو شما داشتید، درسته؟ بله، درآمدزایی و شغل و اینجور چیزا. بعد که در مورد چیزای دیگه کلن آدمی نبودید که مضطرب باشید، درسته؟ نه. بسیار عالی. بعد وقتی که با همسرتون آشنا شدید یا مثلا روابط اولیه رو شروع کردید، از همون ابتدا مثلا 2 دقیقه بود مدت زمان نعوذتون که بتونید، یعنی زود انزالی که خودتون محسوب میکنید 2 دقیقه بوده مدت زمان نعوذتون؟
درست. تو همون دوران عقد ما مثلا ارتباطاتی که داشتیم، حالا ارتباط مستقیم که نبود، ولی ارتباطاتی که داشتیم با هم دیگه، باز اونجا هم مثلا زیاد هم حدود همین 2 دقیقه اینا بود و همسرم هم موقع یکم چیز میشد که چرا تو زود از مثلا نوزت خارج میشی و فلان میشه اینا. درسته. بحثم موقع یه مقداری کمیه، برای خیلی زیاد نه کم مطرح بود. و همسرت سرزنشت میکرد، ناراحت میشد، عصبی میشد وقتی که بله. این حالت اتفاق میافتاد. ایشون دوست داشت که اولشون به انزال برسن، بعد من برسن. بشن. اول همسرتون اورگاست بشن، بعد شما به انزال برسن. بعد من، بعد برای ایشون، ولی این اتفاق نمیافتاد، ایشون ناراحت میشدن. و اینا استراب در شما ایجاد میکرد، نگرانی در شما بله. ایجاد میکرد. بله. دیگه چه چیزهایی وقتی وارد رابطه میشدی؟ من میخوام رابطه رو به 3 بخش تقسیم بکنیم. 1، قبل از شروع رابطه، حین رابطه و بعد اون. چه افکاری میومد سراغ شما؟ تو همون زمان یا بعد از ازدواج؟ مثلا میخوای امشب مثلا میگی که میخوام رابطه شروع بکنم، خب؟ درست. چه افکاری می اومد سراغ در مورد رابطه جنسیتون که نگرانی هایی وجود داره؟ میتونید فکر کنید بهش، ببینید چه چیزایی بوده. ما میخوایم شما درست. رو برگردونیم به این که افکار خودتو بشناسی. درست. اون دوره نامزدی رو میگید یا دوره ازدواج؟ همین الانش. خب همین درست. الان وقتی که میخوای یک رابطه رو شروع بکنی، چه افکاری میاد سراغت قبل از اینکه شروعش که بکنی؟ قضیه برای من خیلی جدی شده، این قضیه زود انزالی جدی شده، استرس شدید بابت همین قضیه دارم که من نمیتونم، من به مشکل میخورم، همسرمو در آخر ناراضی خواهم دید و مثل همیشه با ناراحتی از رخت خواب بلند میشم و همسرم اتومو چند هفته ای شاید یک دو هفته قهر کنه با من. همش این چیزا تکرار شده، یعنی تو این 8 سالی که من ازدواج کردم خیلی این صحنه واسه هم تکرار شده، این قهر و آشتی ها خیلی تکرار شده. و اون فرمایشی که تو بحث قبلیتون داشتید میکردید، من شنیدم که ارتباط همسر بس. ارتباط زناشویی قبل از، یعنی به غیر از رابطه زناشویی، بله من تایید میکنم، من بعد از اینکه ازدواج کردم به یه سری مشکلات خانوادگی خوردم، یعنی ارتباط همسرم با خانوادم و ناراحتی هایی پیش اومد، یه فاصله هایی پیش اومد، قهر و آشتی هایی پیش اومد که ما رو خیلی محدود کرد. از هم دور کرد، فاصله افتاد بینتون جان؟ از هم دور کرد منظورتون؟ بله. یا اینکه استرس زندگیتون بیشتر شد؟ خود منو از خانوادم دور کرد کاملا. از خانواده خودت در حقیقت؟ بله. از خانواده خودم دور کرد و بعد همینا باعث ناراحتی و استرس، حالا شاید من بروز نمیدادم چون بعضی از موقع خانواده خودم مقصر میدونستم، ولی همینا از درون منو اذیت میکرد. و الان تو این سالهای آخر خانومم اینو متوجه شده که من حالا یه حالت تنفری درونم هست و ایشون هم الان پی همون صحبتی که شما فرمودید که ایشون متوجه شده که من ایشون دیگه دوست ندارم در این حد، در صورتی که من از اول اینجوری نبودم، خیلی با هم خوب بودیم، رابطه گرم داشتیم، ولی به بابت همین داد و بیدادا و دعواهایی که توی زندگیمون به وجود اومده و توهینا و تحقیرهایی که شده پیش اومده، ارتباط خوبی الان با همسرم ندارم. ایشون منو با یه دید دیگه اصلا نگاه میکنه. میگم که ایشون الان درخواست طلاق دادن بابت همین قضیه، بیشترم بحثشون بحث زود انزالیه. ولی خب زود انزالی و قبل از این که این اختلافات به وجود بیاد شما داشتید؟ بله داشتم، ولی برای همسرم انقدر مهم نبود. بعد که چند سال گذشت و ایشون با حق حقوق خانوما قول خودشون آشنا شدن و مطالعاتشون رو خیلی بیشتر کردن تو این زمینه و فلان اینا، بعد خودشون و رابطه‌مون رو مقایسه کردن با رابطه‌های دیگه، متوجه این تفاوت‌ها شدن و خیلی دیگه براشون بغرن شد و خیلی مطرح شد و بعدم که پیگیری‌هاشون رو کردن. خب الان ما با چند تا مسئله روبرو هستیم که شما تمایل داری که زندگی تو ادامه بدی با همسرت و درستش بکنی، خب یکی این مسئله است، یکی اینکه رابطتون با خانواده خودتون
درسته؟ نه. یه مسئله هم زود انزالیتون، که زود انزالی درست. قبل از این که اصلا این اختلافات به وجود بیاد شما میفرمایید که داشتید. البته نه. در تعریف زود انزالی زیر یک دقیقه هست زود انزالی. شما میفرمایید همسرتون انتظار داشته که 20 دقیقه، یا خودتون انتظار داشتید 20 دقیقه رابطه داشته باشید و به انزال نرسید. و این یه مقدار عدد بالاییه برای اینکه یک مرد بخواد خودش رو حفظ بکنه تا 20 دقیقه. این رو صدا بهتون بگم، اگر که مثلا شما خیلی میبینیم انتظارات غلطی زوجین از هم دیگه دارن، یا خود شما هم انتظاری که خودت داشتی خیلی انتظار آرمانی بوده، یا نمیدونم از فیلم ها گرفته شده این انتظارات، چی شده که در ذهن شما و همسرتون این نقش بسته این مسئله؟ تو گروه ها، توی صفحات اجتماعی، توی جایی که بحث می شود، توی مقالات، بیشتر اینجور جا من دیدم که تو مقالات که نه، اصلا شاید چیزه، چون تو مقالات اومده که تایم متوسطش برای مردان 4.5 دقیقه است، خب ولی زیر درست. 1 دقیقه شامل زود انزالی میشه. این یه آیتمش. دوم آیتم کنترله، این که مرد میگه من هیچ کنترلی بر انزال خودم ندارم. و سوم نارضایتیه، که زن و شوهر از همدیگه ناراضی هستن. درسته. حالا امکان داره مثلا همون بحث فیلم هم تاثیر داشته باشه. یعنی خیلی فیلم میدیدید مثلا تو فیلم ها میدیدید که مدت زمانش طولانیه و خودتو که با اون مقایسه میکردی حس بدی داشتی؟ حالا هم خودم هم همسرم مثلا بعض موقع بحثش میشد که نه تو اصلا چنین چیزی نیست، و چون من اصلا اهل استفاده از دارو اینا نبودم. آیا به طعنه میزد؟ سرزنشت میکرد وقتی که اینطوری بود؟ بله. هم بر اساس، هم به خاطر تعداد رابطه، هم بر اساس زمان رابطه. ایشون همیشه معترض بودن. تعداد رابطه‌تون هم کم بود، یعنی هم کیفیتش ناراضی بودن هم کمیتش، درسته؟ خب پس ببینید، ما الان برای درمان شما حتما نیاز به این هست که زوج درمانی صورت بگیره. رابطه همسرتون با خانوادتون، حالا اگه اوکی هم نمیشه، ولی اینطوری باشه که شما بتونید رفت آمد داشته باشی، خانوادت رو ببینی. چون وقتی که ما خانوادمون رو میبینیم، به قول معروف از اونا انرژی میگیریم و خلقمون بهتر میشه. شما الان نسبت به همسرت حس بدی داری، چون فکر میکنی که او موجب شد که شما از خانوادت دور بشی. لذا در جهت این که خواسته های او رو برآورده بکنی کمتر تلاش میکنی، چون یک کینه در درون خودت داری در حقیقت. پس این مسئله باید رفع بشه. بعد حالا برمیگردیم به این که شما فرمودید وقتی که در دوران نوجوانی سولو سکس داشتید، یه مقدار میخواستید با عجله این کار رو انجام بدید و این عجله که گناه داره من دارم این کار رو انجام میدم، باعث شد شما شرطی بشید نسبت به این مسئله. شرطی بشی و خیلی سریع دیگه کلن بخوای رابطه رو تموم بکنی.